کوره های خشتبزی در ولسوالی دی سبس در 20 کیلومتری پایتخت این کوره ها از آلوده کننده های اصلی اوا در کابل و بخش های نزدیک آن شناخته می شوند یک بخش بزرگ آلودگی هوای شهر کابل از منطقه دی سبس که در نزدیک پایتخت قرار دارد سرچشمه می گیره. بشندګان محل میگوين چې صدها د خشطبزی دريجه موقعيات دره او یو طائر موټر او مواد سوختي راکي غیر قانوني است به ګوني غیر قانوني میسوزنن وې بائس شوډه چې مشکلات زیاتره د دې منطقه او درکل در شهر کابل به برابرات بنادر همي مې راهبره میسوزنه دودش بيادر بیا اثري تاکای <applause> ما اصل نه میکنه غندومي ما بیا در سرشمي شنه خراب میکنه سيایي میګيره کې جه 1400 بټي تقریبا شمار شودني 1400 بټي دې د ځياب پس مشکلاته خاص و غیر ازو مې د سوز یک خاص یک شمالي توفاني خدایي داره چې وختي کې خاک زمين نرم مېشه ای بتي والا به خود خاک نرم مې کونو باس کی توفان مې د وختي ګرمیا بازي بی خیال د ګيزاب مېش در پای افزایش آلودگی هوا و با فرا رسیدن فصل زمستان در پایتخت بیماری های برخواسته از آلودگی هوا چون بیماری های تنفسی، زکام، ریزش، سینه و بغل و حتی سرطان و شش در مقایسه با سال و گذشته از اول ماه اقرب بدین سو پنج درصد افزایش یافتند. به که ما از شفاخانه ها داریم در حدود 5 فیصد ما در حین ما را که در سال گذشته مرور کردیم ما فعلا 5 فیصد امروز افزایش پیدا کرده وزارت صحت و اوجدار میدهد که اگر جلو آلودگی اواد در این شهر گرفته نشود مرگ زندگی شهروندان را تهدید خواهد کرد مرض قلبی را مرض تنفسی نزد اشخاص موجوده بسیار بالات وخیم میرسانه سانه اگر تا بعضی وقتها که ایجاب میکنه که به شفاخان مریض باید مراجعه بکنه و داخل بستر قرار بگیره و حتی تهدید به مرگ هم شده میدانه در کنار کره های خشتپزی استفاده امام ها و شماره از کارخانه ها از مواد آلوده کننده چون زغال سنگ و تایر های کهنه ترافیک بیش از حد و گشت و گذار موترهای کهنه در شهر از موارد آلودگی هوا پنداشته می شود اما وزارت امور داخله شهرداری کابل و اداره ملی حفاظت از محیط زیست که مسئولیت جلوگیری از این کار را دارند حاضر نشدند در این باره چیزی بگویند